نشست علمی روزانه آیت الله لزما سی صادق حسینی شیرازی روزهای شنبه و یک شنبه سیزدهم و چهاردهم محرم سال 1446 برگزار شد در این نشست ها همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله لزما شیرازی در رابطه با احکام ارتداد فرمودند مسئله ارتداد مسئله ساده نیست و به راحتی نمی توان به کسی نسبت ارتداد داد و گاه برخی از مواردی که تصور می شود ارتداد است در واقع ارتداد نمی باشد بلکه به دلیل برخی از حساسیت هایی که برخی از مردم و مؤمنان نسبت به بعضی از اعتقادات خود دارند برخی از موارد را ارتداد تلقی می کنند اما هنگامی که در آن موضوع دقت شود مشخص می‌شود که ارتداد از دین صورت نگرفته است معظم الله در رابطه با کسانی که برخی از مسائل دینی را قبول ندارند یا نسبت به بعضی از آنها اظهار تردید می‌کنند و یا در پاره‌ای از موارد برخی از امور دینی را به سخره می‌گیرند فرمودند اگر این افراد شهادتین را قبول دارند و منکر ضروریات دین نیستند مرتد محسوب نمی‌شوند ایشان در رابطه با حکم فردی که منکر وجوب روزه یا هر واجب دیگری شده فرمودند چنین افرادی مرتد محسوب نمی‌شوند و هم در موضوع و هم در اجرای احکام ارتداد در خصوص چنین افرادی اشکال وارد است چرا که ادله ارتداد منصرف از این گونه موارد است آیت الله لزما شیرازی در ادامه فرمودند اجرای احکام شرعی از جمله ارتداد دارای شروطی است که معمولا شروط آن تام نیست لذا ارتداد شامل بسیاری از موارد نمی شود و همچنین نسبت به اجرای احکام مربوطه به آن اشکال وارد است معظم الله در ادامه تاکید فرمودند عمل رسول خدا و عمل امیرالمومنین المومنین صلوات الله ما دلیل بران است که اگر شبه گسترده ای در جامعه ایجاد شد و منجر به ارتداد جمع کثیری شد احکام ارتداد در مورد آنان اجرا نمی شود. با هم فرمایشات آیت الله لزما شیرازی را ببینیم و بشنویم سلام علیکم احکامش داره فقط یه مسئله هست و اون این است که اگر یه شبهه شد یا یه, یه فرد مرتد فطری میشه احکامش رو داره اما اگر یه شبهه شد که یه عدهی ای مرتد فطری شدن مثل زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و آله که خیلی مرتد فطری شدن پیغمبر بر یه دونه این احکام جاری نکردن یا زمان امیر المومنین صلوات الله علیه که هزارها شدن حضرت امیر بر یه دونه این احکام جاری نکردن این در است که یه فردی مرتد فطری بشه وقتی این عمل پیغمبر صلوات الله علی علیه و عمل امیر المومنین صلوات الله علیه دلیل بر این است که این مال جایی نیست که شبهی شده باشه و خیلی مرتد فطری شده باشن در اونجا نیست